بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. البته درس پیش دو بحثی جوازی، اید جواز گوته ایراد الصادقه بی اباحه و استحبابها، خطاب ایش بی درس آخر، خطاب آخر درس ایش مسئله تون جواز ایرادا بی اباحه و استحباب و صادقه وقتی که وجوب ها نسخ کرنی جواز ایراد نخواه، خود جواز لحد ذات خود بی سیتش تا صادقه وجوب و اباحه و استحباب، مگود بی کراهت خلاف الاولا صادقه، او جواز معنی عامه، اما جواز معنا اذن في الفعل سيت اشتراط جريتا اباحه استحباب وجوب جريتا اجا وقت وجوب نما او دي كي ما فايده وجوب فقط نهايه عدم الاذن في الترك لراويده اذن في الفعل هي مويا اجا اذن في الفعل كا طلبك جاز غير جازم تي دابيت استحباب ينتي دا شنابي طلب غير جازم جهه شي طلب شنابي اباحه. مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين، نسخ واقع على لحم مسلمانا إجماع سهيكون نسخ واقع هيا هم الأديان دا أديان بيش إسلامي كو بإسلامي نسخ وين هم الإسلامي دا كو هندك أحكام نسخت هاتنا كرمي أو إجماع سهي. وخالفت اليهود غير العيسوية، يهودية مخالفتي كره بيش دا ما حضور الذهن شنابو بعد درس بحث نسخي اولا نسخي دا موجود عيسويه مخالفتي كره، اي كتاب بحث اولا نسخي دا موجود عيسويه مخالفت نكريه، يهوديه مخالفتي كره، يهوديه عيسويه طائفه كن اليهوديه اول مخالفت نكريه، اشتباه بوتا يهوديه يهودا جهويه مخالفتي كره، قلنا نخي نسخ چنينه نابي زنه هدف اون شيه، هدف اون اوي كوبيجن شريعه پیغمبری ما و شریعت حضرت عیسی ناسخ نیم با شریعت حضرت موسی، منظور آن اول هدف آن اول غیر العیسویت الا طائفه اقل یهودیه نبید که عیسویه نه عیسویه نه عیسویه بلا اوجه های یهودن ها عیسویه که دیبیشتن منظور منصوب بلای حضرت عیسانی نه منصوب بلای نفره که نه بنای ابو عیسی اصفهانی که یهودیه جاء يهوديك ومخالفتي كلا بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع. هندك اليهودية مخالفتي كلا الجواز قلتنا ناسخ هاد جائز نينا، هندك ومخالفتي كلا الوقوع قلتنا بلا عقلا جائزة أما واقعنا بيها ما قوه هدفه عنجيش. أما غير العيسوية بعيسوية ولو اعترف به ما العيسوية جهوية عيسوي اعترافت كنا هم بالجواز هم بوقوع الناسخي جاء عيسوي كنا وهم أصحاب أبو عيسى أبي عيسى الإصفهاني المعترفون ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب أو أصحاب كسكن ابن أبو عيسى إصفهاني كو يهودي بها كأوانت شنا اعترافت كان ببعثة بيغنبري مع عليه الصلاة والسلام أما مسلمان جنين جهونا بابو مسلمانين أولاد بجن بلي محمد مبعوث أما فقط بولاي أولاد إسماعيل نكبو بني إسحاق فقد بو أولاد إسماعيل كين وهم العرب كو عربا فقد بو أن مبعوثة أجل ما قلت هدف يهودية لإنكار النسخي لجوازيان لوقوعي إنكار جوازيان وقوعي هدف أنا أبو كو تخاصم ادعا بك أن قبل الشريعة وان شريعة حضرت موسى في شريعة پیغمبر ما نسخ نواد هدف أنا دي يا عيسوية جي هدف أن بيوندي تتجي بجن بالي نسخ جائزة واقع جيبوي محمد شريعة حضرت موسى نسخ كده أما ناكيدا فقط بو عربا بو غير عربا نا بعصته وش فقط بو عربا بي. بس هاي هجهونا ها أوجه دي باشا برا. أما با أبو مسلم إصفهاني عالمك معتزلية معروفة جي با أوي قوت النسخ چنين آخر أوي قوت نسخ چنين بتو بيجا عند كل المسلمين اوج مسلمان ادب معتزلي مسلمان اخو كافر نينا اوج جهاب دتا بيجي جماعات لخبري واشتباه حالينا باش فلان مخالفتي كره لجواز نسخيدا خاو مخالفت نكره لجوازيدا بيو تو جائزه واقع جيبو فقط شيا بالنسخ نو 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 دنت النسخ. وسماه ابو مسلم الاصفهاني من المعتزله تخصيصا
ابو مسلم اصفهانی که عالمه که معتزلیه نسخ به تخصیص اینا بره انکار نکرد اینها ماهیت و نسخی فقط بشید نسخ نسخ نه تخصیصه نویدون تا تخصیص بو لانه قصر للحكم على بعض الازمان فهو تخصيص في الازمان كالتخصيص في الاشخاص شون كن نسخ قصر حكمي لطرف شارع و قصر حكم شرعي لسال بعض الازمان دا مثلا شارع اگر گوته نکاح متعه جائزه پاشی نسخ کرده و یعنی چه؟ یعنی حکم قصر کته و لسال بعض الازمان دا دیگه حتی فلان ساله حتی سال فتح خیبری یعنی فتح مکی حتی لو مجائز کرده بود و نه اون چند روزه مجائزه کرده قصر حکمت که لسال بعض الازمان هست پس که اوتوبی بیتر چه فهوه تخصیصون فی الازمانی بیتر تخصیص به نسبت زمان ها و این آخر حکمه که ظاهری و اوه شامل بیدو همه زمان ها هندگل زمان ها جداد کرده و قصر حکمت که سه هندگل بیشه حکمه که فقط بو زمانه بود هوه که تخصیص فی الاشخاص چطو قصر حکمی لسال بعض الاشخاص ها که گوته این الانسان لفی خسرین إلا الذين آمنوا وقصر حكمي لسال بعض إلى أشخاص بعضك وجدات كده دي وش أوجه تخصيص أوجه نسخش قصر حكمي لسال بعض الأزمان بس بيته تخصيص إجا فقيل خالف في وجوده إجا إيه لهندك اشتباه يتحالبونا هو تويد قوتنا قبل أبو مسلم إصفهاني مخالفته كله لوجود نسخه ودي حتى ها نسخه شنينا حيث لم يذكره باسمه المشهوري بوش أو فكرة كلنا قوتنا أولاد شون كوني خو نسخ بنای مشهور خو کن نسخه نو نبریه به چه نو بریه؟ تخصیص بدیار منکر نسخیه اما او قیله غلطه نخیر ما گفت سماهو ابو مسلم اصفهانی چه نو بریه؟ سماهو نسخ به تخصیص نو بریه یعنی قائله به نسخی به جای سماهو یعنی چه؟ نسخ به تخصیص به نو بریه یعنی اعترافی پیتگتن فقط به اون نو نه دیگه هش نه؟ پس فل خلفو او فیه تفریع لسماهو ها تفریع نه لفقیله قیله به اشتباهی شو یا حق اوه کن نخیر ابو مسلم اصفهانی انکار نسخی نکریه تسمیه به تخصیص به انکار کرده به نسخ به انکار کرده فل خلفو الذی حکاه الامیدی و غیره عنه من نفیه وقوعه لفظیون او اختلاف ها که امام آمدی و غیر امام آمدی حکایت کردن عنه لابو مسلم اصفهانی و نه که بله مخالفتی کرده لجواز نسخی دا که چیه خلفه که من نفیه وقوعه که گوتنا نفیه کرده ابو مسلم اصفهانی وقوع نسخی باقا او خلفه لفظیون اختلافه که چیه لفظیه بو لفظیه لما تقدم من تسمیته تخصیصا لبرمانه که که پیش کرد که چیه؟ که ابو مسلم اصفهانی نوت بعد نسخی بچه؟ تخصیص دی الَّذِي فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ که او ما تقدمه تشتگه که مصنف فهم کریه لابو مسلم اصفهانی مصنف فهمی فهمه او یه دا؟ المتضمنی لاعترافه بهی که البته ما تقدمه متضمنه بو ایندی که ابو مسلم اصفهانی معترفه به نسخی بو چکو بجید سماهو تخصیصه او متضمنی اینده که معترفه به نسخی فقط به نسخ نو نابد به نوی تخصیص نو تبعد دیگه هش نه زور شاکه اذ لا یلیق به انکاره بو چه مصنف جهودو فهم کرد آخه چون کنی اصلا لایق نینه به لایق نینه به ابو مسلم اصفهانی این کارا نسخی کرد مادام مسلمانش رو این کارا نسخی کرد کیفه و شریعت نبینا صلی الله علیه وسلم مخالفتون فی کثیرین لشریعت من قبله چون دشید این کارا نسخی بکرد به عنوان یک مسلمان لحالا که دا شریعت پیغمبری صلی الله علیه وسلم لزورک لأحکام دا مخالفه لگر شریعت پیغمبری پیش خود دادی اول نسخی نبه چیه و رفع و ندبه انا اخرف تعلق حكمي بوان لفس كيو تو بيتن كس نشه انكار نسخي بكت اي انكار بكت هم مسلمان نينه اوج انكار نكري انا او فقط يگوتا و تخصيص ادا اجا فهي عنده مغيات الى مجيء شريعته صلى الله عليه وسلم وكذا كل منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى الى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ پس که تو بیتن شریعتیت پیش پیغمبری مدا علیه مصلاة و سلام نظر ابو مسلم اصفهانی
مغیاتا محدودا غایت بوهات یاداناندن غایت اون حتی کنگی حتی حاتنا شریعت پیغمبریم صلی الله علیه و آله اصلا باری تعالی شریعت حضرت موسی کدانا بو حتی کنگی حتی حاتنا شریعت پیغمبریم شریعت حضرت عیسی جهود و شریعت هم پیغمبره غایت بوهات اصلا باری تعالی هل علم خدا غایت بو دانا کبل او شریعت حتی کنگی بلا بلافظ بیان نکره بیتن اما علم خدا باری تعالی ادانه که شریعت حضرت موسی حتی هاتنا پیغمبر آخر زمانه شریعت دیگه جعینه بود و هر وقت کل منسوخه کفیها لشریعت پیغمبر مداجی صلی اللہ علیه وسلم او حکمت که منسوخه لشریعت پیغمبر مداجی مغیان نظر ابو مسلم اصفهانی در لعلم باری تعالی در مغیان غایت دارن محدود حتی کنگی حتی وارد بونه ناسخی به حکمانه کل مغیه فی اللفظی چطور حکمه که لفظ دا باری تعالی غایت بود دانا بید مثلا بیشن صومو الى اللیل لیره دا غایت این لفظ دا بود دانا بید روجی بن اما حتی کنگی غایت و کنگی الى اللیل لو غایت اگل لفظ دا بود دانا بید او تخصیصه او بیشک چیه و غایت او باشه او تخصیصه اما او دیگه دا جی باری تعالی بلا لفظ دا غایت بود دانا اما لعلم باری تعالی دا همه چنه غایت داره دیگه هش ندی پس که او تو بیتن فنشه امین هنا تسمیت النسخی تخصیصا فلیل را لبه هندی را که گوته کل مغیا قیاس که تسر مغیای فی لفظ لیل را نشعتی گرته که ابو مسلم نسخی به چه نهود بعد؟ به تخصیص بجه اگه گوته سومو هم اطلاقا بود ها. پاشی گوته سام سنگو واجب نینه ها اصلا سومو ها که پیش دا گوته لعلم باری تعالی دا غایت و حتی زمان ورود ناسخه بود حتی ورود او ولی ناخر همه هدونه شریعت پیش پیغمبری مداجی همه حتی ورود شریعت پیغمبری من نزول شریعت پیغمبری من غایت دارن لعلم باری تعالی دی وقتی کل علم خدا دا غایت دارن که انه و چیه؟ للفظ دا غایت دی وقتی للفظ دا غایت هبیتن تخصیصه یا نه؟ تا اوجه تخصیصه بس آن لیره را نشأت گرفته تسمیه و نسخی به تخصیص و صح انه لم يخالف في وجوده احد من المسلمين پس صحیح بو ثابت بو در کود که مخالفت نکرد یا لوجود نسخی ده هیچ مسلمانک ابو مسلم اصفهانی بو خواجی مخالفت نکرد لوجود نسخی ده به نسخ نه نبریه اجا قصه و جیها هر راست جا بابا تو ادا تدقیقت بگه خو وقتی که ناسخ اکتید آیا حکم نسخ تکد حكم خطاب الله الناس اختبيت ازليه خو ناس احنا رفع نابيت ايه او جرك تعلقك رفع تبيت تعلق جي رفع نابيت شو خو تعلق ناجرتيها اجباري تعالى مثلا حتى فلان صلي مثلا فلان تش واجب كير قاشي وجوب وراكر اذا خو تعلق او حكمه رفع نابيه مثلا شو كه باري تعالى ها تعلق او حتى لو دانابو بو حتى لو تعلقك يا دانابو دا خزیدت ندانه و حتی تو بیش رفع کرد ولی نه بچه ما پیش جا جگوت ما گوه رفع دوام حکمیه دوام او یا که به حسب ظاهر ملی فهم کرد وقتی که حکمک وارد بود به حسب ظاهر امرک یا نهیک وارد بود ظاهری هم دوامی لی فهم کرد ای او دوام مزنون که ظنمه اما هم به غلطی چونه نسخ اوی رفع کرد و نه پس نه تعلقه که حقیقی رفعت کرد نه خود حکم رفعت کرد دیگهش نه دی پس که تو بیتن لواقع دا خطابه که لزمان اول دا پیش ورود دا ناسخه دا تعلقی گرده بیوی فعلی لزمان دوم دا تعلق ها نگردیه او خطابه اول و نین آخر پس که تو بیت شه رفعی دا گوره دانینه دیگهش نه دی امجی قبولت کن دا با امجی گفت بجن نسخ رفع الحکمه ما توضیح دا رفع دوام حکمیه دی او دوامه خود خدا نگوتیه نه به حسب ظاهر ویلی فهم کرد فهم ما جبی ورودا ناسخ آشکرا بی که فهم ما غلط بیه اصلا مغیا بیه لعلم باری تعالی دا دیگه هش نه وقتی که تشتگ وارد بود که دلالت که سویندی که او خطابی لزمان دوم دا تعلق به فعلی نگرفتیه او بخو بیاند که که بلی لعلم باری تعالی دا غایت دار بیا هم اشتباهی لی حالی بینه ولی ناخر پس بیا تخصیص حکم اول به غیر وقتی خطاب دوم انا حكم اول تخصيص تكاتن بغير بما قبل وقت خطاب دوم تيجيش نه فقط اون ام او بتخصيص نوت بعد ام بنسخ نوت بن نخو حقيقه او قصه او محتوى ما هرك قبول هذا فني نه اجا قصه جمهور راجح ابو
چونکه آخر برای خود این تخصیصی داده بیتن مخصصه که للافظ دا بیت یا مخصصه که عقل و فلا دلیل عقلی بیتن اوه تو اما این را دواتونی نخواه للافظ دا تشتا که هودو چنینه پس تو بینه تسمیه جی خوبی قیاس اینه دیگه اشنا دواقع دا پس رفع کی های اما رفع چه دواما حکمی که مزنونه به حسب ظاهر البته ظن که غلطه دیگه اشنا جا فرق ویگن از تخصیص جلو دا پیدا بیتن دا آجا والمختار ان نسخ حكم الاصلي لا يبقى معه حكم الفرع قول المختار او القياس دا نينا قياس دا حكم اصلي بنص ثابت اي خمر كن خمر حرام هاشي حكم النبي يجي بي قياس بو سروي ثابت قبل النبي شيء حرام وقتي حكم اصلي كو مقيس عليه النسخ هات كرن او حكم فرع باقي مين دوا باري تعالى هاشي بي حرمه خمر مراكر دی وقتی اون نسخ بود آیا حرمت و نبیزی هد مینده و آخه حرمت و نبیزی به قیاس بسید خمری بود وقتی حرمت و اصل نماه اصح اوه مختار اوه نسخ و حکم اصل که مقیسون علیه باقی نامینده و لگلوی نسخی دا حکم فرعه حکم فرعجی منتفید بیدن بو لانتفاء العلتی التي ثبت بها لانتفاء العلتی التي ثبت بها بانتفاء حکم الاصلی چون کنید وقتی حکم اصل نسخ بو علت منتفید بید البته علت بخو منتفی نابید ها یعنی اعتبار به علت منتفید ای باری تعالی خمری حرام کرد بو بخاطر اسکار وقتی که حرمت خمری را کرد یعنی اعتبار به علت نوتا کرد یعنی او اسکار علت نی نبو حرمتی پس لانتفاع الاعتبار بالعلت که علتی ثبت بها او علتا که حکم اصل بی چه ثابت بو بسبب علت با او بو علت بو بو حکم دا دی وقتی اعتبار به علت نما بو چه اعتبار به علت نامینی بانتفاع حکم اصلی بسبب چه منتفی بید او علتا بسبب منتفی بین حکم اصل وقتی حکم اصل منتفی بو یارا علتا کشش منتفیه نخواهن دی علت حبید و معتبر بید معلول جده بی حبید اسکار علتا بو حرمت الخمر کو حکم اصلی حرمت الخمر بیده معلول وقتی حرمت الخمر نما معلوله با دیاره چیه؟ علت کجی؟ نمایه البته ما اسکاره که خود اما معتبر نینه دا نخواه که معتبر با چطور علت دیه بین معلول چنا بیدن؟ دی وقتی که علت جی نما حکم فرعجی به سبب اشتراک فی العله به قیاس بسر و اصل ثابت بود دی وقتی که او علت معتبر نبو پس نابیده علت حکم الفرع داشی حکم فرعجی بدون علت دمینی دوار فنا علتا معتبرة جهود بحكم فرعجها منتفيد بتا أما وقالت الحنفية يبقى حنفية بجن نخير حكم فرع باقيد من دوا نسخ حكم أصل لقلب دا حكم فرع باقيد من دوا باري تعالى حكم حرمة خمري نسخ كاد أما حرمة نبي زهد من دوا بو لأن القياس مظهر له لا مثبت چون که قیاس ما بارهایی گوته مظهر بو حکم فرعه خب یه قیاس حکم فرعه ایجاد نابید اصلا باری تعالی وقتی خمر حرام کرده نبیز جهنگی چی کریه؟ حرام کرده فقط خمر به نص بیان کرد نبیزکه بیان نکرد هیلک و مجتهد به اجتهاد حکمی پیدا بکرد دیپس که اوتوی مجتهد به قیاس حکم نبیز کشفت کرد خانم به قیاس حکم نبیز ایجاد بکرد باری تعالی شارع اخو مجتهد شارع نینه دیپس که اوتو بیتن قياس مثبت حكمنا لفرع ده مظهره دي وقتي كو مظهره باري تعالى او حكمه ودانا لله ان يحكم بما شاء بلا حكم خمر راكت كو حرمته حرمته نبيز جهه پيلتا ديگه اش نه اي همي جواب ده اينه و هرچند جواب اگه چه كي ضعيفه جي اما جواب همي ده اينه بيشن برادر وقتي كو قياسه كه مظهر حكم فرعيه حكم فرع هم قبول كن خو اثبات نكرد انشاء نكرد اظهار ديگه بنا حکم خدایا قیاس اظهار که پرده سراد کرد اما او قیاسه در عین حال دا آشکراش اینا کد که معنا علت معتبر له فرع دا او حکم لفرع دا ثابت بخاطر وی علتی با قیاسه که پی چی آخر الحاق فرعیه پی اصل بخاطر اشتراکی فی العله پس پی قیاس آشکرات بید که او علت معتبر له فرع دا با این دی او حکم بو ثابت حکم اصل دی وقتی که حکم اصل جی نسخ بو یعنی اعتبار به علتی نمایه
وقتی اعتبار به علت نما بی قیاسش آشکرا بو او علت معتبر بو حکم فرعشی وقتی او علت بی ورود ناسخ معلوم بو اعتبار بی نوتکرنی پس که تو بی حکم فرعشی سمبتنی نابیده و این حکم فرعشی باقی نامیده حالی بو نه جوا نده البته عندك كتيبة هتوية والمختار أن نسخ حكم الأصلي نسخ لحكم الفرعي أخي ما أقول لا يبقى معه حكم الفرعي أواني قلت نسخ لحكم الفرعي بدل لا يبقى قلنا نسخ لحكم الفرعي حكم نسخ حكم أصلي نسخ بو حكم فرعي أخي عبارة مسامحة أنا بخو حكم أو ناسخي حكم أصلي نسخ كتابا حکم فرع نسخ ناکه تا خود ناسخه کرد چکنی فرعه که تابع لبو اصله وقتی حکم اصل نسخ بو حکم فرعه به تبعیت حکم اصل نسخ تبیده به تبعیت اوی نکفی و همون ناسخه مستقیما پس عبارتی اون مسامحتی داره نسخ حکم اصل نسخ بو حکم فرعه یعنی بالواسطه بالتبع اما عبارت مصنفی ما گوت نسخ حکم اصل که هاتا کرن حکم فرع لگل نسخ حکم اصل باقی نامین تا را خود دیده و عبارت دا چه مسامحت چنینه او عبارت جوان تره شرین تره و سلم فی قوله لا یبقا من التسمح فی قول بعضهم نسخ لحکم فرعی مصنف سالم بو لقول خود متن دکو گوت لا یبقا سالم بول لأو تسمحا كل قول بعض الأصول يده بدل لا يبقى قلتنا نسخ لحكم الفرعي قلتنا نسخ حكم الأصلي نسخ لحكم الفرعي أو مسامحات يدري هاي كل وقت النسخ حكم أصلي مستقيما نسخ نبو حكم فرعي بالتبع حكم فرعي لا تشيدا أنا لأن حكم الفرعي تابع في النسخ لحكم الأصلي أي لنسخ لا منسوخ بما نسخ حكم الأصلي خوانه به حکم فرع عینا او ناسخی که حکم اصل ناسخ کرده پیوی ناسخ بیده اما چون که تابع لبو حکم ناسخ حکم اصل وقتی حکم اصل ناسخ بیده پس که اوتو بیت تبع او جیشت بیده ناسخت بیده اری او تسمح ادا مجازه اما عبارت مصنف او تسمحش دیدانی لیم اگه بوده لا یبقا حکم فرع باقی نامینده ده باشه فقط اشکاله که ای سقونی حنفی اشکاله که او برادریمه خب مفهوم موافقه به اتفاق معتزلی یا حنفی آجی به اتفاق آنجی مفهوم موافقه درست بو اصلا که بیده نسخ کرن مفهوم موافقه باقی بمیده و نه حکم اصل منطقه که البته منطقه که بیده نسخ کرن فحوه که باقی بمیده دی باشه وکو فلا تقل لهما افین تحریم و تعفیف نسخ بیده کرن تحریم الله بالوالدین هچیه ها باقی بمیده انا بابوش لو دوا قدن لبحث قياسي درجه بجن حكمي اصله كن نسخ خطا كرني ها ما اشتباه قلت زولن هم موافقه كده بله زولن ليه ده موافقه كده شو قلت حنفيه لو ده ها نه بیرم دقیقه که از به اشتباه شد اوان چه گوتیه؟ اشکاله که هوارد است قصد جمهور رو بیا گوته که را بیشه ایره تایی گوته که حکم اصل نسخ بیا حکم فرع باقی نامینی و اما پیش رایش تا گوت شیطن حکم منطوق نسخ بیتا و حکم مفهوم موافقه ها بمینده هنین آخر در حاله که دلالست مفهوم موافقه شو قیاسیه دا هنین آخر دی پس که هوتو بیتا او نوع تناقله که ام بیشن نه امی بیشون نبرا داریم دلاله سمف و موافقه قیاسیه سه قولی کد بیشه قیاسیه که قول مرجوح بود اگه حکم
منطق نسخ بیه و حکم مفهوم موافقهش باقی نمیده و نه ایره برای خود ایو که مخالفت کردن که گوتن حکم اصل حکم فرع اگر باقی هتشید بمینده و کی نه حنفیه نه حنفیهش بشن دلالت مفهوم موافقت دلالت نسخ خونا بشن قیاسیه دیگه هش نه خونا بشن قیاسیه بشن دلالت نسخ دیگه هش نه پس ما دلالت نسخ بید اگه تو بید دو دلالت متغایره بلا حکم منطق نسخ بیده و حکم منطق و حکم مفهوم بلا هب میده چکا دو دلالت متغایره دیگه هش نه اگه بیشن قیاسیه خواه نبیشن قیاسیه جاگر او نبیشن قیاسیه اما اوی کد بیشن اوی که ایره گوتن جمهور کد بیشن نسخ حکم اصل حکم فرع اگه دا باقی نامین دوه یه باشه او بیش داشی ترجیح هاوی هندی ها تدانی که حکم منطق شیط نسخ بیتا کرن بدون فحوا برا یالو بحث قیاسی نبو آخر او دلالت مفهوم موافقت دلالت النص لاله حنفی یا نوعی دیگر دلالت یا دلالت انتقالی متوزیح ایده قیاسی نینه حالی بونه حتی الارم نظر آوان دا هاوتو اجی نظر جمهور اجی دلالت مفهوم موافقه بال اولا بالاتره اعلاتره لقیاسی لقیاسی بالاتره دیگه هش نه با سن به دو دلالت مختلف دانیم دو دلالت مختلف دی باشه برو والمختار ان كل حكم شرعي يقبل النسخ قول المختار او يكو هر حكمه كي شرعي قبول اشد كرد نسخ كرد هر حكمه كي شرعي بيت قبول نسخ كرد حتى وجوب معرفه الله باري تعالى معرفته خصوصا ما واجب كريه تشيت نبي وجوب راكد حتى ان كان واجب كريه ولو كان باش اصلا واجب حتى اوي بس كي توبيتان فيجوز نسخ كل الاحكام وبعضها اي بعض كان درست نسخ کل احکام ها. وقتی تک تک احکام ها نسخ ها درست بید کل احکام جا او تک تک ها ده بس کل احکام جا درست بیده نسخ کرن و بعضی ها درست بعضی بیده نسخ کرن بعضی نه او بعضی جا ای بعضی کانه حتی مثلا وجوب معرفت الله بود دیگه اش نه و تا ما پیش داد چطای گود ما گود درست نه نسخ ها او که حمیه بیده کرنه نسخ ها قرآن حمیه بیده کرنه چون کنه همه آخر قرآن همه احکام نی نه قرآن اخباری تیدا قصصی تیدا اوانه تیدا خواهش مقابل نسخ نی نه دیگهش نه اما او حکم شرعی بید به تعریف اکو ما پیش دو بود بو حکم شرعی خطاب الله المتعلق و بفعل المکلف من حیث دی باشه اولا او قبول نسخید گد حتی احکام شرعی جایز باری تعالی رفت اما و منع الغزالی کل معتزلتی نسخ جمیع تکالیفی امام غزالی منعی کرد نسخ جمیع تکالیف گوتی درست نه توای تکالیف ها نسخ بیده کرد هر اکم معتزیل ها جرشوره کرد گوتی درست نه توای تکالیف ها نسخ بیده کرد بو دقیقه بکن بشید چکا تسلسل رودت یا دور رودت یا تسلسل جمیع تکالیف شرعی وجوبانی و جروجی توای تکالیف ها دا بین نسخ کرن یا بین نفس خود این نسخ کرن اول دوره یا بین ناسخ های دیگه دینه نسخ کرن ناسخ های غیره و ناسخ های دیتن دی بشید جمیع ایوان تکالیفی توش نام ناسخ کرد دی او ناسخ کتیتن واجب انو ناسخ بزان ندا و ام مکلف به معرفت اوی دا حتی ام بزان ندا حکم توش دادن ناسخ کرد ام مکلف به معرفت اوی ناسخه و معرفت اوی اندی کوید پیش دا تکالیفی پیش دا پیو ناسخه ناسخ پس ام مکلف به معرفت اوی و نه دی او یکل تکلیف ما ام مکلف به معرفت اوی دی باشه او یکل تکالیف ها او جو بیتن نسخ کرن پیه چی دی نسخ بی بیشی او معرفت ها وجوب اوی معرفتی مثل انگو را کر بی ناسخ هایی دیکه این ناسخ هایی دیکه جو عینن مکلف معرفت و تسلسل دی روید ها پیدا ها این حالی بون دلیل اوی دلیل که ریکو پیه که جی لتوقف العلم بذالک المقصود منه بتقدیر وقوعه على معرفت النسخ والناسخ و هی من التکالیف ولا يتأتى نسخها چون که متوقف علم علم معنی تصدیق تصدیق بذالک بنسخ جمیع تکالیف ای او علم المقصود منه که مقصود لنسخ او ادا علم مقصود او یکم مخاطب بزانیتی دا که او تکالیف منسوخ بونده
او علما بتقدير وقوعه او مقصود لنسخه بفرض وين النسخه جميع التكاليف واقع ببا اگر قرار با واقع ببا مقصود چه بود او مكلف تصديق بك او تكاليفانه نسخ بود دجا او علما او تصديق بنسخه جميع التكاليف متوقف على سر چه على معرفه النسخ والنسخ متوقف على سر وهندك مكلف بظانك دا احکام دجا نسخ بنا بظانك دا او الناسخه متوقف على معرفتي و هي من التكاليف ها خود او شناخته یک گله چه لا امور که انسان پیام مکلف ته بیتن دا چکو او جو واجب ادا واجب انسان بزانید دا کو اولی او حکم پیش دا نسخ بونه و پیو ناسخه ای باشه ولایت اتا نسخوها خو ممکن جنین او معرفت بیت نسخ کره او معرف وجوب معرفت و نسخ و ناسخه بو چون کنه او جی تبی ناسخه دیگه بیتن دا یا پی نفس اخو نسخ بیتن دوره یا پی ناسخه دیگه دی ناسخه دیگه جکو بیت دبیت اگر تو بزانی دا چکم اگو مقصود لنسخه و یکو مکلف بزانی تیده بله حکم پیش دا منصور پس دبین مکلف مکلف بیویندی که ناسخه بزانی و بزانی تیده بله یا پیش داشی معرفت ناسخه پیش داشی وجوب و ناسخه بیا عینم بو ناسخه بعدی او دو هفی راه را تسلسل عدده هنگ حالی بونه تسلسلی لتوقف العلم بذالک ای بنسخ جمیع تکالیفی علم و تصدیق بذالک متعلقه به العلم تصدق بالنسخة جميع التكاليف بتقدير وقوعه بفرض من الواقع بيت أو نسخة كو المقصود منه كو أو علما مقصود لنسخه وانا يعني مقصود لنسخة جميع التكاليف أو مكلف بظاني تلكو جميع التكاليف نسخ بناوا مقصود أو يبقى أو علما كو مكلف بظاني جميع التكاليف نسخ بناوا متوقف سوي عندي كو بظاني نسخة كيا بظاني ناسخ هيا پس مکلفه ببینده که بزانید داوی نسخا جمیع تکالیف و بین ناسخی بعدی ایجا باشه او اجب خویه که تکالیف و مکلفه به ناسی نوی منی ها باشه به با اوجی یکی تکالیف ها اوجی نسخ بیتکرنی ممکنی نه چون اگه او نسخ بیتکرنی بین ناسخی دیکه اینن او سلسلاتی داتی تجیب تسلسله و باطله قلنا مسلمون ذالکه والا امی بیجن قصات زور ریکو بیکو جوانب سلمینن اره والا لنسخه دا لازمه مکلف دا بی علم ها بیتن بوی نسخه و علم به نسخه جمع و تکالیف ها جو متوقیف هسته معرفت و ناسخ و منسوخ و عجل تکالیف ها و فلان اما لکن بی حصولی ها ینتهی تکلیف و بیا اما بی حصول و معرفتی معرفت و نسخ و ناسخ ها بی حصول و تکلیف بی ها بوی معرفتی خلاص دا بیده باری تعالی تکالیف ایت پیش دا همه بی و ناسخه که گوتم جمیع و تکالیف نسخ کرن همه بیوی کلامه همه چه کرن؟ او بیون او همه بیوی کلامه نسخ بود باشه او کلامه بله واجبه تو بزانیه دار اما پا تزانی که تزانی او تا تکلیفه که اینا جیان نه او تکلیفه که هاته دیکو ها تا جی او جی ایراده خلاص بوده او تکلیفه جلو خلاص بود بی امتصاله او ایت پیش دار بیوی ناسخه خلاص تبه خود معرفت و ناسخش بی چه خلاص تبیتن؟ بی ناسخه دیگه نه که تو بیشه تسلسل رو دادن هپی امتصالی که تا او معرفت حاصل کر او تکلیف ها که تو مکلف به معرفت نسخ و ناسخه تا اینا جی او ایلی رو اوج منتهی بود پس او جمعی و تکالیف خلاص بود رافع بود جمعی و تکالیف حتی معرفت او نسخ و او ناسخه که ناسخه بود جمعی و تکالیف حتی اوج خلاص بود دیگه هش نه؟ پس فیصدق انه لم يبقى تکلیف پس صادقه که به ایقام بیشن هیچ تکلیف باقی نما راست داده هیچ تکلیف باقی نما بو هیچ تکلیف باقی نما چون کنه ما سیوای معرفت و ناسخ اخیر به و ناسخه نسخ بونه و تکلیف و نه احکام ما سیوای معرفت و ناسخ اخیر به و ناسخه نسخ بونه و چما معرفت و ناسخ اخیر او پی ناسخه که نسخ نبویه بلکه پیچن خلاص بو پیوینده که تزانی که او ناسخه بو همه یا پیش دو همه منسوخ بون پیوینده او تکلیف اوش ده اینا جی امتصال کر اوش پی ایره خلاص ده بیتن منتهید بیتن خلاص ده بیتن پس صادقه چه تکلیف اگه باقی؟ نه ای و هو القصد بی نسخ جمیع تکالیفی اوه و هو رجع بولم یبقه
عدم و بقایا تکلیف مقصوده به نسخ جمیع تکالیف. وقتی هم بجین یجوز و نسخ و جمیع تکالیفی، منظور ما چیه نسخ؟ نگه منظور ما وای همه پی ناسخ ها بین نسخ کرن، معرفت و ناسخ ها اخی جی پی ناسخ هایی که تا تسلسل رو بدن، بلکه منظور ما چیه؟ نسخ جمیع تکالیف یعنی انتهای، یعنی عدم و بقا هیچ تکلیفه، همه بین نسخ کرن، یعنی چه تکلیفه باقی؟ نمیده دی ایراد و یاد چه تکلیفه باقی؟ نمو ما سیوای معرفت ناسخ اخیر بیو ناسخ اخیر نسخ بود، خود ناسخ اخیر جی نسخ بود، نسخ نبود پی ناسخ اکی ها، اما پی ویندی که تا زانی او تکلیفه که ها تا جی تو مکلب بود زانی نبود، تا زانی جی دا ایراده او جی خلاص بود. پس او تکلیف جی نمایید که تا او جی اینا جی منظور لنسخ جمع و تکالیف او ها دیگه هش نه ها اوکو ما ادعا کرد مگو نسخ و جمیع تکالیف جایزه تغلیبه ها، چکو هندگ لوان نسخه هندگ جی خو نسخ نینه انتها و تکلیفه من آخر، اما جلو لم یبقه تکلیفون شامل حمیاتیتون دار، چه اوی نسخ بوینه و چه اوی تکلیفه که منتهی بوی. ثم إنه ليس المراد نسخ الجميع بخطاب حتى يلزم الدور أو التسلسل، لأن الخطاب من التكاليف، ها خطابات تلك التكاليف مكلفة بمعرفته، فيحتاج نسخه لخطاب آخر. بو نسخ وجه خطاب يدك لازمة، خطاب يدك جو تكليف يدك نسخ بيتك الناسخ يدك لازمة، تسلسل أو باطل. منظور أني ناخو أني ناخو، ففي دعوى نسخ جميع التكاليف تغليب، فإن بعضها نسخ یا فإن بعضها نسخه ما سوای ناسخ اخیر، نسخ بویا او ناسخ که همه ناسخ کرد، نه که باری تعالی گفتم توابی وان تکالیفانه سهنگو را کرد، ها خود او ناسخه ما سوای و پیو ناسخ بونه او با و بعضها و بعضها لم يبقى تکلیف به و ناقر او جی تکلیف به باقی نما بو، تکلیفه که باقی نما چون کنی تا معرفته که تا حاصل کردائیدی تا خطابه که زانی ده اوکو ناسخه بو جمعه و تکالیفه تشو مکلف معرفت معرفته که حاصل بو جگه هوتو بیتن فیسمه الکلو نسخن تغلیبن جوانه و تغلیبه. ثم اینه لیس المراد نسخ الجمعی بی خطابین بل المراد انه یجوز ان لا یبقا تکلیفون فما سیوا معرفت النسخ و الناسخ نسخ بالناسخی و اما هی فلم تنسخ بالناسخی فنسخها بمعنى انتهاء التكليف بها او ميسا نيسيا الجوان دي باشا فلا نزاع في المعنى. بس لحقيقة دان نزاعك چنين نابين امام غزالي و نابين جمهورا دا نابين معتزلة و نابين جمهورا دا بو شون كوني حميا اتفاقها كم معرفت كم ما عداي معرفتا ناسخي كو حمل ناسخ كرنوا تكاليف دي كم ما عداي معرفتا ناسخا بيو ناسخة چبونوا نسخ بود. ایوانی ناخر دی معرفت او ناسخه جی بیچن بیچه خلاص بود او جی مرتفع بود بی امتصال بی امتصال او جی لاچ. بس همه متفقن سوی هندی، فقط اختلاف تنهر آیا او معرفت او ناسخه که بی امتصال منتهید بی تو خلاص تدید آیا بنسخ تیتن نو برن یان جمهور بنسخ نو دبن امام غزالی معتزله بنسخ نو نو به فرض این دی جمیع تکالیف نسخ بنوه به یک ناسخ که باری تعالی بیشم همه نسخ کنه انا جمیع تکالیف کن ایره دا نسخ خواد نکرنی مرتفع بود ما و او ناسخه تو مکلف به خطابی جی بزانی نو یا نه بله دی باشه وقتی که تزانی بله او ناسخیت بیشم همه نسخ کرنه و هیچ ولی ناخر تو مکلف به زانی نو ناسخه زانی نو جی حاصل بود تزانی دا تا معنی و زانی که بله همه احکام ناسخ بونه دی باشه اوجی او معرفت اجی تا امتصال کرد بیوی امتصالی اوجی منتهی بود پس که تو به هیچ تکلیف باقی نماوه اجا آیا تو که تکلیف باقی نماوه تو به نسخ نو بیان به نسخ نو نبی او خلاف اکی لفظیه مربوطه به تسمیه. اما و منعت المعتزلت نسخ وجوب المعرفت معتزلا هر وقت جمیع تکالیف منعی کرده البته مگو او نزاع لفظی بود معتزلا منعی کرده نسخ وجوب معرفت الله ای معرفت الله گوتنا اصلا وجوب معرفت الله که یکی احکام شرعی و تکالیف ها
ممتنع نسخ بده، جائز نه نسخ بده. و آخر ها حرمت کفریش، حرامبونا کفری، حرامبونا شریک دانا مباری تعالی، اوجی ممتنع نسخ بده، اونا نسخ ناب نوا بو، لأنها عندهم حسنات لذاتها لا تتغير بتغير الأزمان فلا يقبل حكمها النسخ. شنكو هندي معرفة الله حسن لبر ذاته خو، او دي كه حسن باقي ماندت احكام حسن بتبعيات مصلحتي، چكو مصلحتك تي ده بخاطر حسن انا كن يوج واجب بخاطر مصلحتك كوتي ده نظر اون داده به حسن قبح عقلي بي معتقد اكو جهت مصلحتك الذاتي ذات ويهي بخاطر وي هندي اكو حسن. اما معرفة الله تنينا هل بر ذاتي خو اكو حسن نقل بل دي مصلحتك ده دي مادم لبر ذاتي خو بيدن حزاتي مقتضی حسنیه، پس که تو به همیشه حسنه، اگه تو بیدن به تغییر ازمانش عوض نابیدن منی نه، اگه تو بید حکمی به قبول نسخی نابید. اول نظر آوان دار حکمی معرفت الله که همان وجوبه. قل ناجاو دارم بیشن الحسن الذاتی و باطلون، بابا حسن الذاتی باطله که اصلا وجوب معرفت الله جی حکمه که معرفت الله حسنه که ذاتی تیدار چنه بو چه حسنه معرفت الله، چون که خدا واجبه کرد. اگر خدا سمه حرام کرد بگو تو هنگو حق نی نه لدلیلیت خدا شناسی پیرا بشن و دلیلیت اثبات وجود باری تعالی بحثلی بکن، معرفت الله سمه حرام کرد با و نه همه معرفت الله دی با قبیح حسن و قبح چه جهت و مصلحت و مفسدتی ذاتی فعلا دا چنینه، حتی معرفت الله دا جهت و مصلحتی چنینه پی چه مصلحتی دا پیدا بود پی ایجاب و شارع و شارع واجب کرد به اینی بیا حسن ده همان، پس که تو بیدن حسن و چی عرضیه لکو حسن و باقی ماندی تکالیف چطو او قابل نسخه؟ ای باری تعالی لله این یحکم بی ما شاه شه حتی میکن مثلا گو واجب کرد و نکه پاشوه موجوب و رفع کرد دیگه هش نه؟ اما پس که تو بیدن قولی صحیح اویه که نسخ تواوی احکاما جائزه، انا هم احکام شرع حتی وجوب معرفت الله حتی حرمت کفرش خدا حرام میکره دا باری تعالی بید باری تعالی بیشتن محرمت و راکی حرام نینا کفر درسته عقلا درسته، اما اجا واقع بویا اما بجی والاجماع على عدم الوقوع لما ذکره او لما لما تعلیل نینا لما لما صلیه متعلقه با الوقوع اجماعی هسته بینده که واقع نبویا لما ذكر ما ذكر واقع نبيه ما ذكر دو تشبون آخر دو تشبون يك نسخ جميع التكاليف يك نسخ وجوب معرفة الله أو بل جائزا ها جميع التكاليف نسخ بنا جائزا وجوب معرفة الله نسخ بتا اما اجماع هيك واقع نبيه عقلا جائزا اما رو ندار فنا والاجماع على عدم الوقوع لما ذكر عدم وقوع ما ذكر ما ذكر كتبو من نسخ جميع التكاليف ووجوب المعرفة ما ذكر كو يك نسخ جميع التكاليف بكم ما فيش بحث كير يك جي وجوب المعرفة بكم ما تزا بحث كير ما قو معتزلية منعي كير فنا اوانا نخي جائزا جميع التكاليف بتنسخ كيرن جائزا معرفة الله وجوبه بتنسخ كيرن جائزا اما اجماع هيك واقع نبونا او لما ينكنا علتا نقبش واقع نبيا لما ذكر نه عدم الوقوع لما ذكر لما تقوية عمل يعني على عدم وقوع ما ذكر اجماعي هيكو ما ذكر واقع نبيا جائزة اما واقع نبيا بالاتفاق حالي قنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.